به نام خدا. شاگردای عزیز و گرامی سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ امیدوارم که جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیز، به درس امروز بسیار زیاد خوش آمدین. خب شاگردای عزیز و گرامی، ما و شما مضمون ریاضی صنف 8 با هم دیگه میخوانیم و فصل چندم هستیم؟ فصل 11، فصل آخر ما و شماست که عنوانش چی بود؟ عنوانش احتمال. و درس سوم، درس آخر از فصل 11 ما و شما، یعنی چی؟ یعنی کتاب ما و شما امروز خلاص میشه و درس کامل کتاب 8 ما و شما ریاضیش رو خواندیم، درست است؟ و امروز که درس رو بگیم خلاص میشه. اما عنوانی که ما و شما باید بخونیم، دو عنوان آخرین عنوانهایی که ما و شما امروز میخوانیم چی است؟ دیاگرام درختی و قاعده اول مسیر یا عمو حاصل ضرب که چی است؟ یا در رابطه با احتمال است دیگه، درست است؟ اگر یادتان باشد شاگردان عزیز و گرامی، ما و شما احتمال یک تا پیش آمد که گفتیم کتاب ما و شما حادثه اتفاقی نوشته کرده است، ما میگیم پیش آمد درست تر است. پس احتمال یک پیش آمد بخوایم دریافت کنیم، ما یک فرمول داشتیم، میگفتیم تعداد عناصر پیش آمد تقسیم بر تعداد عناصر فضای نمونه‌ای. پیش آمد چی بود؟ پیش آمد گفتیم به هر ست فرعی از فضای نمونه‌ای یک پیش آمد میگوییم، درست است؟ تعداد عناصر پیش آمد تقسیم بر تعداد عناصر فضای نمونه‌ای میکردیم و جواب از اون میشد چی؟ احتمال عمو پیش آمد. و سه قاعده احتمال هم یادتان از درس گذشته دیگه، نه؟ گفتیم که احتمال هر پیش آمدی که ما و شما دریافت کنیم، حساب کنیم، باید بین 0 تا 1 باشد. یا 0 شده میتونه، 1 هم شده میتونه، یک عدد بین از هر دو شده میتونه، اما بیشتر از 1 نمیتونه. به عنوان مثال شما احتمال یک پیش آمد دریافت میکنید و بعد عدد 2 میرسید، این غلط است، 100% غلط است، چون پیش آمد احتمال یک پیش آمد هیچ وقت 2 نمیشه، نهایتا میتونه 1 شوه و کمترین حالتش هم میتونه 0 شوه، درست است؟ قاعده دوم و سوم چی بود؟ گفتیم پیش آمد چی؟ پیش آمد ناممکن. پیش آمد ناممکن اما ست خالی بود. پیش آمد ست خالی، احتمال ست خالی چی میشه؟ میشه 0. به مثال زدیم، عنوان مثال یک تا تاس هم مندازیم، میگیم که چقدر احتمال دارد عدد رخ شده بزرگتر از 7 باشد، درست است؟ میگیم هیچ احتمال ندارد، احتمالش 0 است. پس جوابش دریافت میکنیم، احتمالش میشه 0. به این میگن چی؟ احتمال پیش آمد ناممکن. اما چی گفتیم؟ اگر ما و شما داریم باز یک پیش آمد داریم به اسم پیش آمد حتمی که او 100% اتفاق میفته، به عنوان مثال یک تاس مندازیم، میگیم چقدر احتمال دارد که عدد رخ شده چی باشد؟ کوچکتر از 7 باشد. خود 100% عدد رخ شده از 7 کوچکتر است، یا 1 است، یا 2 است، یا 3 یا 4 یا 5 یا 6، که پس فضای نمونه ما و شما هم اسم ما و شما 1 2 3 4 5 6 میشه و پیش آمد ما و شما هم خودش میشه 1 2 3 4 5 6، صحیح است؟ و وقتی تعداد عناصر از این 6 بالای تعداد عناصر از اون دیگه 6 مانیم، 6 بر 6 جوابش میشه 1. پس پیش چی؟ احتمال پیش آمد حتمی جواب چند است؟ همیشه 1 است، درست است؟ پس سه قاعده احتمال قبلا گفته بودیم. اما حال ما میخوایم چی کنیم؟ همه احتمالات، همه فضای نمونه ای یک تا پیش آمده، یک تا چی شاگرد دارید؟ پدیده تصادفی فضای نمونیش با دریافت کنیم و احتمالش بخوایم دریافت کنیم، ما میتونیم با استفاده از یک دیاگرام به اسم دیاگرام درختی که ما کار ما و شما را بسیار راحت تر و آسان تر میکنه، از این کمک بگیریم، درست است؟ پس به این میگن دیاگرام درختی، صحیح شد؟ پس قبل که بریم سر تخته و درس شروع کنیم، تشکر میکنیم از شاگردایی که کارخانگی را به ما روان کردند از طریق واتساپ. نمبرش هم 209647802554013، درست است شاگرد عزیز؟ پس همراه ما باشید و میریم سر تخته، درس امروز شروع میکنیم. خب شاگردای عزیز و گرامی،
درس امروز ما و شما دیاگرام درختی. گفتیم که چی است؟ ما و شما اگر یک پدیده تصادفی داشته باشیم، فضای نمونه از رو ما باید بنویسیم بتونیم. پیش آمدم سوال با ما و شما میته، به عنوان مثال میگه در پرتاب یک تاس، پس انداختن یک تاس چی میشه؟ پیش آمد چی میشه؟ آزمایش یا پدیده تصادفی ما و شما میشه. میگه چقدر احتمال دارد، خود سوال با ما و شما میته، چقدر احتمال دارد که عدد رخ شده چی باشد؟ عدد رخ شده شاگرد عزیز به عنوان مثال جفت باشد. درست است؟ پس پیش آمد با ما و شما میته و ما میتونیم چه احتماله دریافت کنیم. درس گذشتهتون است دیگه نه؟ حال دیاگرام درختی سوالای مشکل‌تر هم با ما و شما میتونه کار کنه. درست است؟ به عنوان مثال دقت کنید. ما یک مثال کار میکنم، پس من نوشته کنم دیاگرام درختی. دیاگرام درختی. چرا دیاگرام درختی میگن شاگرد عزیز؟ چون وقتی من گراف میکشم این دیاگرام شبیه یک درخت میشه. صحیح است؟ به اون خاطر میگن دیاگرام درختی. خب دیاگرام درختی چی است؟ من یک مثال کار میکنم. مثال دقت کنید. در کیسه خریطه، کیسه جعبه فرق نمیکنه، در یک خریطه یا کیسه میگیم که چی شاگرد عزیز؟ سه مهره سبز، دو مهره با نام مثال قرمز یا سرخ، سیست دو مهره سرخ شاگرد عزیز و یک مهره سیاه وجود دارد، سرخ و یک مهره سیاه وجود دارد. صحیح شد شاگرد عزیز؟ پس ما یک تا خریطه داریم، یک تا کیسه داریم که سه تا مهره داخل از او سبز است، دو تاش سرخ است و یک تاش سیاه است. پس ما شکل در اینجا میکشم. دقت کنید شاگرد عزیز. یک تا کیسه، حالا ما یک باکس، یک جعبه براتون میکشم. صحیح؟ ولی خب فرق نمیکنه. پس سه تا، دقت کنید، سه تا سبز است. سبز با چی؟ سبز نوشته میکنم. سه تا سبز، دو تا سرخ و یک تا سیاه. صحیح؟ شاگرد عزیز سبز ما با چی نشان میتونم؟ سبز با جی که از گرین میایه، صحیح؟ و سرخ با رد یا آر و سیارم با بی که از بلک میایه، صحیح؟ پس ما با این شکل میتونیم چی کنیم؟ نوشته کنیم یاره. خب در کیسه سه مهره سبز، دو مهره سرخ و یک مهره سیاه وجود دارد. حال سوال چی گفته؟ دقت کن شاگرد عزیز، با ما و شما گفته ما بدونی که ببینیم چشم خود پود میکنیم، دست خود داخل خریطه میندازیم و یک تا مهره میکشیم بیرون، صحیح؟ یک تا مهره میکشیم و رنگ از رو نوشته میکنیم، صحیح؟ و دوباره باز چی میکنیم؟ مهره داخل کیسه میندازیم، داخل خریطه میندازیم و دوباره یک مهره، یعنی دو مهره پی هم خارج میکنیم، به شرطی که مهره اول که خارج کنیم باز دوباره داخل کیسه پس بندازیم، صحیح؟ حالا گفته چی است؟ گفته که فضای نمونه ای رو نوشته کو. صفحه میده چی رقم میشه دیگه، فضای نمونه ای رو ما باید نوشته کنیم. پس ما اینو به شکل یک تا چی شاگرد عزیز دیاگرام درختی نشان میتونم برای شما. پس دیاگرام درختی به این شکل است شاگرد عزیز. ما از چی شروع میکنیم؟ از آغاز، آغاز یا شروع نوشته میکنم. بعد ما در اینجا نوشته میکنم، صحیح؟ در اینجا نوشته میکنم آغاز یا شروع ما. خب دقت کنید، آغاز یا شروع ما که مهره اول خارج میکنیم، اون ممکنه مهره ما و شما چی باشد؟ سبز باشد، ممکنه سرخ باشد، ممکنه سیاه باشد. پس من نوشتم میکنم سه تا خط برزی میکشم، درست است؟ پس اینجا میتونه سبز باشد. بعد من با چیز نوشتم میکنم، صحیح؟ به جای دری از حروف انگلیسی نوشتم میکنم دیگه. یا میتونه گرین باشد شاگرد عزیز، یا میتونه چی باشد؟ میتونه رد یا سرخ باشد، یا هم که میتونه چی باشد؟ بلک باشد، صحیح؟ پس این نقطه شروع یا آغاز ما و شماست. آغاز یا شروع ما و شما از اینجا شروع میشه، سه خط برش میکشم، یا سبز است یا سرخ است یا بلک است یا سیاه است، صحیح؟ باز دوباره، باز گفتیم چی میکنیم شاگرد عزیز؟ ما میتونیم چی کنیم؟ مهره رو پس میندازیم و دوباره یک مهره دیگه میکشیم. باز دوباره، خب مهره دوم که میکشیم در مرحله دوم باز خودش باز چی میشه شاگرد عزیز؟ سه حالت میشه، یا سبز است یا سرخ است یا بلک است. از حالت دوم که هم باشه باز دایی هم سه حالت میشه، صحیح؟ دایی هم میتونه چی باشه؟ سه حالت باشه، یا سبز است یا سرخ و یا بلک. و در حالت سوم میتونه سه حالت داشته باشه، چون مهر دوم میتونه بکشیم. پس این هم چی میشه؟ سه حالتی میشه. پس چی میشه شاگرد عزیز؟ یا سبز گرین است یا رد یا بلک است، درست است؟ پس چی شد؟ دیاگرام درختی شد، شبیه یک درخت شد. پس ما و شما از آغاز شروع میکنیم، حالتای ممکنه خط خط میکشیم و نوشته میکنیم پیششون، صحیح؟ پس به این میگن دیاگرام درختی. پس فضای نمونه ما و شما اگر ما این رو بخوایم دراف کنیم میشه گرین گرین
دقت کنید، سبز سبز، دو مهره سبز، مهره اول سبز باشه، مهره دوم هم سبز باشد، مهره اول سبز، مهره دوم سرخ باشد، مهره اول سبز، مهره دوم بلک باشد، سیاه باشد، مهره اول سرخ، مهره دوم سبز باشد، مهره اول سرخ، مهره دوم هم سرخ باشد، مهره اول سرخ، مهره دوم سیاه باشد، مهره اول سیاه، مهره دوم سبز باشد، مهره اول سیاه، مهره دوم سرخ و مهره اول چی؟ سیاه، مهره دوم هم سیاه باشد. درست است؟ پس چند تا عنصر داره فضای نمونه ما و شما؟ یک تا، دو تا، سه تا، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه تا. نه تا عنصر داره فضای نمونه ای. پس ما و شما اگر فضای نمونه رو مدعی نوشته کنیم، شاگردای عزیز دقت کنید، فضای نمونه رو مدعی نوشته کنیم، به شک میشه اسم ما و شما میشه چی؟ گرین گرین، سبز سبز، به شک میتونیم نوشته کنیم سبز سبز. دیگه چی؟ سبز سرخ، سیست جی آر و جی بی، سیست سبز بلک یا سیاه. دیگه چی؟ خلاص شد حالی آر جی، این میشه فضای نمونه ما و شما، آر جی، آر آر و آر بی، سرخ سرخ، سرخ سیاه، سیست؟ یه هم خلاص شد، ششتاش، یک دو سه چهار پنج ششتا، حالی سه آخرش مانده، سه آخرش چی میشه؟ بلک سیاه، بلک گرین، بی جی سیاه سرخ و در آخرم بی بی بلک بلک، سیاه سیاه. پس چند عنصر دارد؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه تا عنصر دارد، در حالی که ما اگر میخواستیم همینجور نوشته کنیم چی میشد؟ کمی مشکل میشد. نه، ولی با دیاگرام درخته بسیار آسان ما تانستیم فضای نمونه ای را دریافت کنیم. پس فهمید چرا خم شد دیاگرام درختی؟ درست است، فضای نمونه بسیار آسان میتونیم دریافت کنیم. خب حال شاگرد عزیز دقت کنید، دیاگرام درختی علاوه بر اینکه ما میتونیم فضای نمونه ای دریافت کنیم، میتونیم احتمال هم دریافت کنیم از یا. این بسیار مهم است، این بسیار مهم است شاگرد عزیز دقت کنید. من احتمال به شما نوشته میکنم در این مثال، در این مثال من احتمالات هم نوشته میکنم. با عنوان مثال ما چند تا کل دیتای کل میگم دیتا کل مهرای ما و شما چند تاست؟ سه تا، دو تا، یک تا. جواب چند تا میشه؟ میشه 6 تا. 3 جمع 2 میشه 5 جمع 1 میشه 6. پس فضای چی میشه شاگرد عزیز؟ پس در مهره اول دقت کنید، در مهره اول فضای نمونه ما و شما چند عنصر دارد؟ 6 تا دارد، صحیح؟ در مهره اول ها، در مهره دوم نه، در مهره دوم اینا میشه فضای نمونه ما و شما، صحیح؟ اما ما میخوایم حالا چی کنیم شاگرد عزیز؟ بیایم احتمال دریافت کنیم. در مهره اول فضای نمونه ما و شما من احتمالش میتونم نوشته کنم 6 تا فضای نمونه، پس 6 در مخرج. خب چند تا سبز داریم؟ 3 تا سبز داریم، پس میشه 3 بر 6. پس این میشه احتمالی که مهره اول سبز باشد 3 بر 6 است. احتمالی که مهره اول سرخ باشد چی میشه؟ سرخ چند تاست؟ دو تا، دوی بر شش، صحیست؟ پس این میشه دوی بر شش، صحیست؟ و احتمالی که مهره اول سیاه باشد یک بر شش، چون یک تا سیاه داریم کل شش تاست، پس این میشه یک بر شش، صحیست؟ تا اینجا فهمیدید دیگه نه؟ باز دوباره احتمالی که باز مهره دوم دوباره سرخ باشد چقدر؟ خود از یا به مهره اول فعلا کاری ندارم، خود مهره دوم سرخ باشد چی میشه؟ باز دوباره هموست دیگه، ما مهره را انداخته مهره دوم دفعه دوم مهره را کشیدیم، بازم دوباره سبز چقدر؟ 3 بر 6، یا میشه 3 بر 6، درست است؟ سرخ چقدر میشه؟ 2 بر 6 و سیاه میشه 1 بر 6، در اینجا به همون شکل 3 بر 6، 2 بر 6 و 1 بر 6، 3 بر 6، 2 بر 6 و یک بر شش، میتونیم یار نوشته کنیم، صحیح؟ خب حالی شاگرد عزیز دقت کنید، حالی چه رقم است؟ حالی ما میتونیم این کار کنیم، اگر ما شما بگه چقدر احتمال دارد که دو مهره سرخ باشد، هم بنام دو مهره سبز باشد، هر دو بار که مهره ما نگاه میکنیم سبز باشد، پس هم مهره اول سبز باشد هم مهره دوم سبز باشد، پس اینی شاخه فقط میشه، صحیح؟ مهره اول سبز، مهره دوم سبز، پس به شک میگه پی چی رو دریافت کنین؟ پی شاگرد عزیز دقت کنید، پی گرین گرین میگه دریافت کنید، با عنوان مثال پی گرین گرین، یعنی مهره اولم سبز باشد مهره دومم سبز باشد. خب دقت کنید شاگرد عزیز، ما برای کی کار دریافت کنیم؟ ما از دیاگرام درختی خیلی کار آسان میشه، فقط همین شاخه گرین گرین یا هر دو سبز پیدا میکنیم و احتمالات در همدیگه ضرب میکنیم، به این میگن چه؟ قانون ضرب، قانون اول مسیر احتمال یا همون ضرب میشه، صحیح؟ پس این اردار باید در هم ضرب بسازیم، پس چی میشه؟ 3 بر 6 ضرب در 3 بر 6، پس میشه 3 بر 6 ضرب در 3 بر 6، جواب چی میشه شاگرد عزیز؟ صورت در صورت، مخرج در مخرج، درست است؟ 3 3 میشه 9،
9 بر 36 که اختصار کنه میشه 1 بر 4 چون 4 9 میشه 36 است. پس احتمالش چقدر؟ 1 بر 4. درست شد؟ فهمیدین چه رقم است نه؟ اگر با ما بگه که چقدر احتمال دارد مهره اول سبز باشد، مهره دوم سیاه باشد. پس میشه سبز سیاه 3 بر 6 ضرب در 1 بر 6. 3 بر 6 ضرب در 1 بر 6 میشه 1 بر 36. پس آقا احتمال دارد که 1 بر 36 باشه. صحیحست؟ پس شاگرد عزیز دیاگرام درخت فهمیدیم چی است. ما میتونیم به شکل درخت بکشیم یک دیاگرام، از نقطه آغاز شروع میکنیم، صحیحست؟ و حالت‌های متفاوت میکشیم و باز دوباره بر هر حالت دوباره اگر معمولا شاگرد عزیز به ما و شما چند بار تکرار میته، میگه ما یک مهره میکشیم میبینیم رنگش و میندازیم دوباره مهره میکشیم، صحیحست؟ به خاطر ما از دیاگرام درختی استفاده می کنیم، کارمون بسیار آسان تر میشه و اگر بخوایم بتونیم احتمال یار دریافت کنیم دیگه از همه چی شاخه ها میریم دریافت میکنیم. به عنوان مثال با ما و شما بگه چقدر احتمال دارد مهره اول سیاه باشد، مهره دوم سبز باشد. دقت کن، مهره اول سیاه، مهره دوم سبز. پس میشه 1 بر 6 ضرب در 3 بر 6، صحیحست؟ پس سیاه سبز پیدا میکنه، همون شاخه رو پیدا میکنیم. درست است شاگرد عزیز؟ فهمید چه رقم شد نه؟ پس به این میگیم دیاگرام درختی و ما علاوه بر که فضای نمونه کلا میتونیم نوشته کنیم، احتمالات هر چیزا با ما و شما به تمام میتونیم حساب کنیم و دریافت کنیم. درست است شاگرد عزیز؟ پس این هم از دیاگرام درختی. خب شاگرد عزیز و گرامی، پس دیاگرام درختی رو فهمیدیم. درست است؟ چون شکل شبیه یک درخت میشه به خاطر میگیم دیاگرام درختی. اما قاعده اول مسیر حاصل ضرب، دقت کنید اگر سوال ما و شما چی باشد کمی مشکل تر باشد. با عنوان مثال به جایی که بگم ما دو بار مثال که به شما کار کردیم سر تختنه، گفتیم که ما یک مهره رو میبینیم و دوباره میندازیم داخل خریطه و دوباره برمیداریم و دوباره رنگش نوشته میکنیم. حالا اگر بگه 4 بار یا 5 بار ما این کار انجام میدیم، درست است؟ و درخت ما و شما اگر بکشیم بسیار کلان میشه، بسیار کلان میشه. حال قاعده اول مسیر یا حاصل ضرب امیر میگه اگر سوال به ما شما میگه که احتمالی که مهره اول سرخ باشد، مهره دوم دفعه دوم سیاه باشد، با سوم سرخ باشد، آخرم سرخ باشد، صحیح؟ پس ما فقط همون مسیر باید بریم چی کنیم، احتمالش حساب کنیم، در هم دیگه ضرب کنیم، احتمالش دریافت میشه. درست است؟ پس منظور از قاعده اول یعنی عمو شاخه مورد نظر فقط نوشته کنید، دیگه شاخه رو نیاز نیست دیگه، چون سوال از ما و شما نخواسته. درست است؟ پس میریم سر تخته، ما یک مثال کار میکنیم با در سر تخته تشریح میکنیم که دقیق بفهمی. پس شاگرد عزیز همراه ما باشید. خب شاگرد عزیز و گرامی، یک تا مثال کار میکنیم در رابطه با چه قاعده اول مسیر یا حاصل ضرب. درست است؟ به عنوان مثال دقت کن شاگرد عزیز، ما یک تا مثال کار میکنیم و سوال کار میکنیم میفهمی چه رقم است. مثال به ما شما امروز مثال کامل کار کردیم، گفتیم یک تا خریطه یا کیسه داریم که چند تا 4 تا چی بود مهره، 3 تا مهره سبز بود، 2 تا مهره سرخ و 1 تا مهره سیاه. پس همون نوشته میکنم 3 تا سبز، 3 مهره سبز، 2 مهره سرخ و 1 مهره سیاه داشتیم. درست است شاگرد عزیز؟ در مثال قبل گفتیم ما یک تا مهره رو میکشیم، میبینیم رنگش نوشته میکنیم، دوباره پس میندازیم در کیسه، درست است؟ و دوباره مهره رو میگیریم و دوباره رنگ میبینیم و دوباره نوشته میکنیم. حالا میگه اگر ما این عمل 4 بار انجام بدیم، 4 بار این عمل انجام بدیم، صحیح؟ فهمید چه رقم شد دیگه؟ میگه 4 بار ما میریم رنگش نوشته میکنیم، نوشته میکنیم، مهره رو میندازیم در سر جایش، باز دوباره چشم خود پود میکنیم، یک تا مهره شانسی میکشیم بیرون و میبینیم که رنگ از چی است، باز رنگ از نوشته میکنیم. پس این عمل اگه 4 بار انجام بدیم میگه چقدر احتمال دارد؟ پس سوال یا بگیم احتمالات زیل را دریافت کنید، به شکل آسان تر میشه، احتمالات زیل را دریافت کنید، احتمالات زیل را دریافت کنید. خب فقط دقت کن شاگرد عزیز، 4 بار ما چی کردیم؟ این عمل انجام دادیم، صحیح؟ خب به ما گفته اگر دریافت کنید W مساوی احتمال گفته پیش آمده در احتمالش دریافت کنید که چی باشد؟ باشد GRRB گفته دریافت کنید. یعنی چی؟ دفعه اول مهره اول نگاه کردیم چی باشد؟ سبز باشد. باز پس انداختیم دوباره چشم خود پوت کردیم، مهره دوم کشیدیم چی باشد؟
سرخ باشد، باز دوباره انداختیم، باز دفعه سوم که کشیدیم بازم سرخ باشد و دفعه آخر که کشیدیم باز چی باشد؟ سیاه باشد. گفته اینی احتمال دریافت کن. خب شاگرده از ما گفتیم دیاگرام درخت ما باید بیم کلش بکشیم دیگه، نه به شک میکشیدیم. گفتیم نقطه شروع پس یا چی بود شاگرده عزیز؟ یا سبز بود یا سرخ بود یا سیاه بود، درست است؟ باز برازی یا خودش سه حالت میشه، درست است؟ باز خود از این هم سه حالت میشه، خود از این هم سه حالت میشه. باز یا سبز است یا سرخ است یا سیاه است. سبز، سرخ، سیاه. سبز، سرخ، سیاه است. این تازه شد چی؟ این مرحله اول شد دیگه، نه؟ این میشه مرحله اول، مرحله دوم، باز مرحله سوم، مرحله چهارم. خیلی کلان میشه. ما کلش اگه نوشته کنم در تخته ما جای نمیشه، صحیح؟ پس با خاطر ما فقط همین خودم میره، همین شاخه خودم میره دراف میکنم، دیگارش کاری ندارم. پس معیار پاک میکنم، همین شاخه خودش دراف میکنم، صحیح شاگرد عزیز؟ پس ما به شکلی کار میکنم، شاخه خودم میره دراف میکنم. میگیم شروع. خب چی باشه اولی؟ چی باشد؟ سبز باشد دیگه، نه؟ اولی پس سبز، گرین. ما اولی سبز نوشته میکنم، باز دیگه با سرخسی هاش دیگه ما کار ندارم، صحیح؟ فقط همین سبز. همین شده از ما سوال خواسته، بعد گفته چی باشد؟ سرخ باشد. باز خود ازی سبز دارد، سرخ دارد، سیاه دارد، پس من سرخ ازی نوشته میکنم، پس سرخ باشد، صحیح؟ و باز دوباره چی باشد؟ مرحله سوم هم سرخ باشد. باز دوباره خود ازی سه تا حالت داره، باز فرق نمیکنه، این برای برای باشه، من به دهی پایان میکشم. باز دوباره چی باشد؟ سرخ باشد. و مرحله آخر چی باشد؟ سیاه باشد، درست است؟ و باز دوباره خود سه حالت داره، میتونه به این شکل باشه، من فقط به این شکل میکشم، مستقیم میکشم، میرم چی میکشم؟ اینم سیاه میکشم، درست است شاگرد عزیز؟ پس فقط هم خود شاخه همون رو کشیدیم. خب دقت کنید، خود ازی به این شکل است دیگه، خودش حالت دارد دیگه، نه؟ سه تا شاخه دیگه دارد، ما دیگر کار ندارم. در اینجا ما اون شکل است، سه تا شاخه دیگه دارد، کار نداریم. یم با اون شکل سه تا شاخه دیگه دارد و یم سه تا شاخه دیگه دارد، دو تا شاخه دیگه، ما فقط شاخه سومش کار داشتیم، درست است؟ دیگه اش نکشید مشکلی نداره. پس فقط همین رو میکشیم و میگیم چی میکنیم شاگرد عزیز؟ احتمالش نوشته میکنیم. احتمال اول چه هست؟ گفته سبز باشد. سبز چند بود؟ سبز سه تا سبز داریم، در کل چند تا؟ 6 تا. پس میشه 3 بر 6. پس اول 3 بر 6 است، صحیح؟ باز به شکل نوشته کنم 3 بر 6. خب باز احتمال دوم چی گفت؟ اول که سبز 3 بر 6، احتمال دوم چی بود؟ گفته که سرخ باشه. سرخ چند تا؟ سرخ 2 تا، 2 بر 6. پس دهی میشه 2 بر 6. و احتمال سوم، حالت 6، مهره سوم، سومین بار که مهره رو میگیریم، گفته باز سرخ باشد. سرخ باز 3 بر 2 بر 6 است، پس این باز 2 بر 6. و آخر مرحله چهارم گفته چی باشد؟ سیاه باشد. سیاه چند است؟ سیاه 1 بر 6 است، پس هم 1 بر 6. حال احتمال از این رو میخوایم دریافت کنیم شاگرد عزیز، دقت کنید. احتمال W، W ما و شما چی است؟ امیسته GRRB، سبز سرخ سرخ سیاه، صحیح؟ پس به شک میشه مساوی میشه با یا رو باید ضرب کنیم، 1 بر 6 ضرب در 2 بر 6 ضرب در 2 بر 6 ضرب در 3 بر 6. پس میشه، ما از اول ضرب میکنیم، 3 بر 6 ضرب در 2 بر 6 ضرب در 2 بر 6 و ضرب در 1 بر 6، درست است؟ یه رو باید ضرب بسازیم. خب صورت در صورت، مخرج در مخرج، میتونیم ضرب بسازیم. 3 ضرب در 2 میشه 6، 2 6 12، 12 ضرب در 1 میشه 12. پس صورت میشه 12، مخرج رو باید ضرب کنیم. 6 ضرب در 6 میشه 36، 36 ضرب در 36 باید بسازیم. پس من اینجا ضرب میکنم، 36 ضرب در 36، 6 6 36، 6 3 18 21، 1 تا 0 میخوای، 3 6 18، 3 3 9 10، صحیح؟ پس میشه 6 9 2 1، 1296، صحیح؟ پس 1296. پس یعنی چی شد شاگرد عزیز؟ احتمال عزیز گفت دریافت کنم، من تانستم بسیار آسان و بسیار راحت دریافت کنم. فهمید چرا خم شد دیگه، نه؟ پس اگر چند بار تعداد امو تکرار امو عملی که ما شما داریم تکرار شوه، بگه 4 بار 5 بار امو انجام میتیم، خب دیگه کلش ما گفتیم رسم نمیکنیم، کل دیاگرام درخت خیلی کلاد میشه. ما فقط همون شاخه مورد نظره و ما گفت احتمال زیاد دریافت کنم، معمول فقط میکشم، درست است؟ دیگه هیچ کاری نداره و ما ضرب میکنم و چی میشه شاگرد عزیز؟ احتمالش دریافت میشه، درست است؟ پس یه همچی شد شاگرد عزیز، از قانون حاصل ضرب یا چی قاعده اول مسیر، درست است؟ یعنی ما همون مسیر همون شاخه خوده که سوال خواسته همون رو فقط میرم، دیگه هیچ کاری ندارم، درست است شاگرد عزیز؟ پس شاگرد عزیز و گرامی، درس امروز ما و شما خلاص شد و کتاب ما و شما دیگه چی؟ خلاص شد. خب شاگرد عزیز و گرامی، درس امروز ما و شما خلاص شد، کتاب خلاص کردیم بخیر. امیدوارم که
درسایی که ما و شما خواندیم به درتان خورده باشد، بتانید استفاده کنید و درس‌ها را بسیار خوب یاد گرفته باشید. درست است؟ و کارخانگی آخر ما و شما چی است؟ تمرین های صفحه 252 و 254 کتاب کار کنید و به ما روان کنید از طریق واتساپ، نمبرش هم 2964 780 255 40 13. درست است شاگرد عزیز؟ و پایان فصل 11 هم و درس آخر ما و شما امروز بود که خلاص شد. خب شاگرده عزیز و گرامی، مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش، خداحافظ.